در حال حاضر سی تا چهل درصد مردم جهان دچار نوعی آلرژی یا حساسیت غذایی هستند و به زودی این رقم به 50 درصد هم میرسه جالبیش اینه که مردم در کشورهای ثروتمندتر آلرژی بیشتری دارند و جالب جالبتر اینکه شروع این آلرژی های شدید فقط از همین دهه 90 میلادی هست یعنی سی سال پیش تقریبا درود به همگی به کلاس 101 خوش اومدید فرشید جدیدان هستم و اینجا منابع معتبر در زمینه های سلامتی تغذیه و ورزش رو جمع آوری کرده با تجربه خودم به هرشی ادویه زده و به شما تحویل میدم این قسمت به مواردی که در مورد آلرژی و حساسیت غذایی یاد گرفتم اختصاص داره اگر مفید بود براتون لایک کامنت و به اشتراک گذاری یادتون نره که به ادامه دار شدن این تولید محتوا کمک میکنه تمام منابع در توضیحات خواهند بود همینطور لینک قسمت های مرتبط که بعد از این ویدیو میتونید برید و ببینید تا آخر این قسمت در مورد تفاوت حساسیت غذایی و آلرژی صحبت میکنم علل به وجود اومدن هر دو و چه راهکارهایی داره بدون دارو و کلی نکات جالب دیگه بعد نیست با این موضوع شروع کنیم که آلرژی با حساسیت غذایی مقداری فرق کنه. عموما میگیم آلرژی دارم به فلان ماده غذایی اما همیشه منظور آلرژی نیست. فرق این دوتا چیه؟ آلرژی تقریبا همیشه به عدم توانایی هضم پروتئین برمیگرده. هر آلرژی یه مدل پروتئین خاص و خیلی سریع خودش رو بعد از خوردن اون ماده غذایی نشون میده. اما از اون طرف حساسیت غذایی گاهی خودش رو نشون نمیده گاهی ساعتها گاهی یکی دو روز طول میکشه تا علائمی رو نشون بده که در آخر هم شما آلرژی حسابش نمی کنید میتونه به صورتهای مختلفی باشه برای مثال میگرن افسردگی به هم خوردن خلق و خو یا خستگی شدید که خیلی مسخره است چرا که گاهی ما مدام غذاهایی رو به اصطلاح سالم میخوریم اما به علت حساسیت غذایی که داریم همچنان خسته تر میشیم احساس میکنیم هیچی نخوردیم جون نداریم و امثالش مثال بعدی هم اگزما هست یا التهاب و نفق در روده در بلند مدت حتی به صورت روماتیسم مفاصل هم خودش رو نشون میده اما در هر دو حالت چه حساسیت غذایی چه آلرژی مواد ناخواسته ای وارد بدن میشن و نتیجهش میشه تحریک دائم سیستم ایمنی که مدام باید فعال باشه تا این مواد غذایی رو از تو بدن جمع کنه تا زمانی هم که موفق باشه شما چیزی حس نمی کنید اما به مرور زمانی که ضعیفتر میشه تازه من و شما علائم مختلف رو یکی یکی میبینیم بعضی علائم مختلف خیلی واضح به چشم میان بعضی خفیفتر هستن و اما مزمن عطسه کردن بینی کیپ شده قرمز شدن پوست خستگی مزمن فشار خون بالا استرس سرگیجه حالا نف و سردرد همگی میتونن علائم این دو مشکل باشن وقتی شدید باشن خب خیلی زود نشون میده آلرژی هست وقتی که شدید نباشن خفیف تر باشن نشون دهنده همون حساسیت غذایی هست اما شایع ترین علامت بالا رفتن ضربان قلب هست که در ادامه میگم چطور میتونید به عنوان یه تست ازش استفاده کنید باید بدونید که کلا آلرژی یا حساسیت غذایی از سیستم گوارش شروع میشه قبلا گفتم که کل سیستم گوارش رو خارج از بدن خودتون ببینید وقتی اینطوری بهش نگاه بکنید اهمیت سیستم گوارش رو بهتر متوجه میشید این سیستم باید مواد غذایی رو فیلتر کنه یه سری چیزها رو که کلا راه نده به درد نمیخورن هیچی مفیدا رو هم درست هضم کنه که درد سری در بدن ایجاد نکنند. هر کدوم از این اتفاقات نیفته تهش مواد ناخواسته از دیواری روده وارد بدن شده و در نهایت انبوه و اقسام مشکلات رو ایجاد میکنن این مشکل به اسم نشد روده هم شناخته میشه قسمت 15 در موردش صحبت شده میتونید ببینید بیماری هم نیست که خیلی سری خودش رو یه جورایی نشون بده مثل سرماخوردگی نه طول میکشه مثل پوکی استخوان اصلا متوجهش نمیشید تا چهار تا مشکل حاد دیگر رو به وجود بیاره حالا آلرژی که شد به خاطر یه پروتئین خاص و میدونیم که پروتئین یکی از مواردی هست که هضم سختری داره برای تیکه پاره شدنش به اسیر معده زیادی نیاز هست وقتی نباشه این پروتئین درست هضم نشده و سر از بدن در میاره یه جورایی این مورد وقتی همراه میشه با مدام خوردن کار رو خراب میکنه باید بپرسید چرا خب وقتی که مدام میخورید فرایندی در بدن به اسم اتافجی فعال نمیشه کار این فرایند هم اینه که هرچی پروتئین به در نخور و بلا استفاده در بدن هست رو جمع میکنه و به عنوان سوخت استفاده کنه زمانی که حداقل 12 تا 14 ساعت چیزی نخوریم تازه فعال میشه یه مکانیزم مهم بدن برای زنده موندن و خون تکونی بوده و هست حالا چقدر خاصیت های ضد سرطانی و کاهش وزن و غیره داره اونها رو بماند همیشه اشاره شده ویدوهای زیادی راجبش هست اما اینجا کمک میکنه به جمع کردن این پروتئین های غیر ضروری توی سطح بدن این داستان رو مثل یه پارچ آب ببینید از همون اول بسم الله که لبریز نمیشه دیگه باید کلی از این پروتئین های مختلف و جور و جور در بدن جمع شه و شما دفعشون نکنید تا تازه تبدیل شه به آلرژی پس فرایند آلرژی شما تازه نیست بلکه از خیلی سال قبل تر شروع شده راهکارش روزه متناوب یا فاستینگ هر چی اسمش رو بذارید 12 تا 14 ساعت همیشه و مداوم هر از گاهی هم یه روزه طولانی تر مثل 20 23 ساعت اینو ترکیب کنید با تقویت اسید معده تا مشکل عدم هضم پروتئین ها رو به کل برطرف کنید بعدش نه همه بلکه خیلی از آلرژی هاتون از بین میره یه سری از آلرژیا به خاطر عدم نبود آنزیم های خاص در بدن هست همچنان باقی میمونن نبود این آنزیم ها گاهی ژنتیکی و گاهی به علت کمبود پروتئین در بدن هست بله این آنزیم های مختلف که برای انواع پروتئین‌ها ها به کار میره برای هضمشون خودشون از پروتئین ساخته میشن اینه که وقتی یه مدت گوشت نمیخورید میلتون هم به گوشت کمتر میشه چرا که دیگه توانایی هضمش رو ندارید حالا عدم دریافت پروتئین کافی کلی ضررها داره این حداقلش هست قسمت های مرتبط رو ببینید مخصوصا قسمت 90 دیگه همین بریم سراغ حساسیت های غذایی خب بهترین راه حل حساسیت غذایی حذف ماده غذایی که داره شما رو اذیت میکنه اون مواقع نیازی نیست بریم سراغ داروهای عجیب غریب مختلف فقط اون ماده غذایی رو باید پیدا کرد و حذفش کرد البته راه حل هایی هم برای بهتر کردن وضعیت هست بدون دارو که میرسیم بهش اما کاری که همین الان از دست شما برمیاد اینه که اون چیزی که داره اذیتتون میکنه رو که قاعدتا میتونه فرد به فرد متفاوت باشه پیداش کنید. حالا از کجا بفهمیم که به یه ماده آلرژی یا حساسیت داریم اگر شدید باشه آلرژی باشه که خب مشخصه حالتون سری بد میشه اما حساسیت های غذایی که اشاره شد خیلی شدید خودشون رو نشون نمیدن خیلی متوجه نمیشید چتونه فقط حس خوبی ندارید در این حالت میتونید این کار رو بکنید که در ادامه میگم بعد از خوردن یه ماده غذایی به زربان قلبتون دقت کنید میتونید خودتون نبض رو اندازه بگیرید میتونید از این دستگاه های تشخیص زربان قلب بگیرید رو انگشت بسته میشه که اصلا هم گرون نیستن یا ساعت هوشمند هر چیزی که دم دستتونه رای رسیدن به خدا زیاده حالا شما باید این کار رو بکنید زربان قلبتون رو صبح زود دقیقا قبل از غذا و دقیقا بعد از غذا نیم ساعت و یک ساعت بعد از غذا اندازه بگیرید چند روز این کار رو انجام بدید و یه جدول براش درست بکنید اگر اختلاف کمترین زربان قلب و بیشترین زربان قلب در بین این حالتها بیش از 16 واحد بود نشون میده که یه اتفاقی افتاده تو پرانتز ضربان قلب باید بیشتر از 84 باشه تا شامل یه اتفاقی بشه مثلا اگر حالت استراحت صبح 60 واحد باشه نیم ساعت بعد از غذا بشه 85 هم بیشتر از 16 واحد بالا رفته هم بالای 84 هست پس اگر هیچ خبر بدی دریافت نکردید احتمالا اون غذایی که خوردید مشکل ساز بوده برات یه مقدار سخت هست نیاز به دقت داره و زمان ولی خب اگر خودتون برای خودتون این کار رو نکنید بعید میدونم کسی دیگه ای براتون انجام بده. اما راههای تر و سریتر هم هست تست های آزمایشگاهی که انجام میدن هر دکتر عمومی هم برید میتونه براتون بنویسه و انجام بدید فقط دقت داشته باشید که این تست ها آلرژی ها رو نشون میدن اما حساسیت های غذایی خفیف گاهی نشون داده نمیشه. در کل وقتی پیدا کردید چه مواد غذایی داره؟ خیلی ریز اما مداوم بهتون آسیب میزنه اونها رو حذف کنید. حتی اگر همه دنیا بگن خوبه مصرف نکنید چرا که برای شما در این لحظه و این زمان مشکل ایجاد میکنه قطعا معنیش این نیست که تا آخر عمر نباید مصرف کنید ممکنه با رعایت کردن و بهبود سیستم گوارش دیگه حساسیتی نداشته باشید و بتونید در حد کم اون مواد رو مصرف بکنید اما برخی مواد غذایی هم تا آخر عمر شدنی نیست ابتدا چند ماهی زمان بدید تا علائم برطرف بشن بعد دوباره شروع به مصرف بکنید ببینید علائم برمیگردن یا نه این در صورتیه که اون ماده غذایی واقعا کلی خاصیت داره اگر نداره که خب شش ماه ازش کردید دیدید همه چی خوبه خب چرا دوباره شروع بکنید اصلا چیزی رو از دست نمیدید بعد تا آخر عمر حذفش کنید بره یه پرانتز جالب باز کنم بعد نیست بدونید که حساسیت های غذایی که در سنین پایین به وجود میاد خیلی وقتا از کمبود یا بالانس نبودن باکتری های روده هست باکتری هایی که وظیفه هضم غذا رو به عهده دارن اما چرا در سین پایین این داستان به شیر مادر برمیگرده حتما شنیدید که شیر پاستوریزه نشده که هنوز باکتری داره برای گوارش خوبه داستان از این قرار هست که پستانداران همراه با شیرشون در کل باکتری های خوبی رو از خودشون که طی سالها جمع کردن به بچه میدن که روده اونم پس فر بتونه کار کنه دیگه بچه به دنیا میاد یه جورایی مثل یه ماشین نو میمونه که موتورش هیچ روغنی نداره واسه همین اولش شکم بچه خوب کار نمیکنه وقتی به مرور بعد از چند سال باکتری ها به بدن رسید یواش یواش بهتر میشه اهمیت این شیر مادر در کل در چند روز اول به دنیا آمدن بچه خیلی خیلی بیشتره این شیر اولیه حتی اسم خاص هم داره بهش آغوز میگن که چند روز اول که بچه به دنیا میاد یه جورایی بهش حسابی حال میده با باکتریهای های مفید و پروتئین زیاد حالا قشنگی این پرانتز اینه که اگر مادر خودش سلامت گوارش خوبی نداشته باشه متاسفانه هزار و یک نوع حساسیت داشته باشه یعنی احتمالا باکتریهای های خوبی نداره که به بچه هم انتقال بده این حساسیت ها برای افرادی که شیر مادر رو مصرف نکردن بیشتر هم میشه اینه که خیلی مهمه آره پرانتز بسته یه سری کارها میشه برای کم کردن آلرژی یا حساسیت غذایی انجام داد. مصرف پروبیوتیک میتونه به توان روده کمک کنه. در نتیجه آلرژی کمتر میشه. اگر مکملش رو میخواید مصرف بکنید ترجیحاً بذارید شبها قبل از خواب مصرف کنید که به خواب بهتر هم کمک میکنه. اگر غذا خب هر موقع خواستید بازم ترجیحاً با غذای اصلی مصرف بکنید. منابعی مثل کفیر، انواع ترشی تخمیری، ماست چکیده، پنیر کاتج که تو ایران هم زیاد هست همگی خوبن میتونید با مصرف سرکه سیب لیمو تازه یا حتی مکملهای های تقویت اسید مده یه جونی به معده هم بدید که اجرایی خط مقدم هضم مواد غذایی هست البته اگر اسید کمی دارید این کار رو بکنید برای اینکه متوجه بشید اسید کم دارید یا زیاد قسمت های مربوط به معده رو ببینید حالا لینک همگی رو میذارم یا کلمه معده رو در کانال من جستجو بکنید به همین سادگی میتونید تمام قسمت های مربوط به معده رو ببینید مورد بعدی هم ویتامین D هست چرا که برای تقویت سیستم ایمنی بدن واجبه سیستم ایمنی وقتی درست کار کنه مشکل مواد غذایی ناخواسته در بدن رو خیلی زودتر حل و فصل میکنه میره مصرف پیاز هم خوبه هم برای این مشکلات هم برای آلرژی های فصلی کار خوب بعدی که میتونید بکنید حذف شیرین کننده های بر پایه الکل هست اسم مختلفی دارن انواع متنوعی دارند برای مثال سوربیتول و خیلی های دیگه که لیست میکنم شاید قند خون رو بالا نبرن اما باکتری های روده رو از بین میبرن نسبت خوب و بدشون رو خراب میکنن و در آخر گوارش شما مختل میشه که وقتی شد تازه شما مستعد آلرژی هم میشید این شیرین کننده های صنعتی عموما در مواد غذایی فوق فراوری شده کاربر دارند هر جا دیدید نوشته بود بدون شکر یه خورده بترسید با دقت مواد تشکیل دهندش رو بخونید اگر یه مشت چیچی چی تول چی داخلش داشت خب بدونید که به در نمیخوره بزنید سرنجش البته محدود به این موارد نیست به زودی یه قسمت در مورد بدترین و بهترین شیرین کننده ها درست میکنم احتمالا میشه قسمت 102 حتما سابسکرایب کنید که از دست ندید بعد نیست به شایع ترین مدل های آلرژی هم اشاره کنم لاکتوز مورد اول هست افرادی که به لاکتوز حساسیت دارن نمیتونن آنزیمی به اسم لکتیس رو درست بکنند. آلرژی بعدی هم هیستامین هست که توی پنیرها، آناناس، موز، آووکادو، شکلات پیدا میشه. همینطور مشروباتی مثل شراب قرمز یا سفید. افرادی که به هیستامین آلرژی دارن این دفعه نمیتونن آنزیمی که برای هضمش لازم هست رو تولید کنن. بعدی هم که به شدت رایج هست گلوتنه که نوعی پروتئین در گندم و یه سری قلات دیگرش مشکل گلوتن البته دو دست است یه حالت خودش به تنهایی هست که فقط هضمش سخت میشه گوارش کند میشه که خیلی هم چیز بدی نیست اما حالت دومش بدتره که عموم مردم هم دارن و اونم همراه میشه با بیماری سلیاک که نوع بیماری خودیمنی هست این حالت همراه میشه با همون نشت روده ای که گفتم گلوتن به دیوارهای روده آسیب میزنه و در آخر سیستم ایمنی بیش از حد تحریک شده و دوباره انواع و اقسام بیماری های خود پشت پشبندش به وجود میاد همون علائمی که اول ویدیو اشاره شد اونا هست اما خفیف و نمیتونید دست بذارید روش بگید علتش چیه قلق خوی متغیر خستگی مزمن استرس سرگیجه حالت تعو و غیره که اشاره شد این آنزیم ها هم نبودشون بازم برمیگرده به همون کمبود پروتئین در بدن یه علتش البته یه علتش هم میتونه ژنتیکی باشه اما برای کسایی که یه دوره ای میتونن این آنزیم ها رو درست بکنن میتونن هضم بکنن این مواد غذایی اما بعد از یه سنی به بعد دیگه نمیتونن مشکل برمیگرده به اینکه اون آنزیم ها رو دیگه نمیتونن تولید بکنن و اینکه دیگه نمیتونن تولید بکنن یه علتش برمیگرده به کمبود پروتئین در بدن توصیه میکنم قسمت مرتبط رو ببینید راجع به علائم کمبود پروتئین صحبت کردم که لینکش رو باز در توضیحات میذارم بریم سراغ یکی از راه های ساده و ارزون که به رفع یا بهبود تقریبا هر نوع آلرژی کمک میکنه آب قلم بارها در موردش صحبت کردم یکی از بهترین درمان ها برای تقریبا هر بیماری هست از قدیم هم همه جور کاربرد داشته اولین و مهمترین کاری که میکنه اینه که التهاب روده رو کم میکنه در کل ال... به سیستم گوارش خیلی کمک میکنه آمینو اسیدهای متنوعی داره مثل پرولین گلایسین اگر اشتباه نکنم که بقیهشون رو حالا سعی میکنم لیست بکنم هر جایی به راحتی این موارد پیدا نمیشن تمام اینها میاد کمک میکنه به روده و در آخر نشانه ها و درد های آی بی اس رو کمتر میکنن خوردن یه سوپ ساده با آب قلم به شدت مفیده خود آب قلم هم به صورت خالی رقیق شده باز میتونه کمک بکنه اگر که نخواستید خیلی شلوغش بکنید اینم بگم خیلی از پزشکای سنتی از آب قلم خالی برای درمان نشت روده و بیماری های خودیمنی استفاده میکنن برای این کار بهتر تحت نظر پزشک باشید میان برای چهار تا شش هفته فقط آب قلم رقیق شده میخورن و مقدار کمی گوشت سبک مثل ماهیچه چقدر آب قلم هر چقدر که سیرتون کرد این یه فرصت خیلی خوبی به گوارش میده تا ترمیم بشه و در کل التهاب بدن رو هم پایین میاره البته بازم تاکید میکنم یه دکتر پیدا بکنید که قدم به قدم چکتون بکنه آب قلم برای سیستم ایمنی هم خوبه اگر مریض باشید خوبه اگر نه با سیستم ایمنی رو تقویت میکنه که پشت بندش مشکلات خود ایمنی کمتر میشه حساسیت غذایی هم که اشاره شد کلا یه سرش به سیستم ایمنی برمیگرده دلیل بعدی که آب قلم رو خوب میکنه اینه که سرشار از ژلاتین و کلاژن هست پس برای پوست و مو خوبه البته دقت کنید نمونه های سنتی که به صورت قرص های خوش شده هست میتونه برای آلرژی و حساسیت های غذایی نه تنها خوب نباشه بلکه وضعیت شما رو بدتر هم بکنه عموما این نمونه های سنتی خیلی موارد نگهدارنده مختلفی دارن که در آخر جالب نیست پس خودتون آستین بالا بزنید درست بکنید اصلا کار سختی هم نیست قسمت 38 رو ببینید کلی راجبش توضیح دادم که آره دیگه خواستش رو چطوری درست بکنید و اینجور موارد خلاصه کنم برای رفع آلرژی حساسیت های غذایی ابتدا منشه رو پیدا بکنید اون ماده غذایی رو اگر مفید هست موقت حذف بکنید سیستم ایمنی رو تقویت کنید که بهتر عمل بکنه. مدام نخورید یه دوازده در ساعت به بدن استراحت بدید. برای خیلی موارد دیگه به غیر از آلرژی هم خوبه. خوشتون میاد. امتحان بکنید متوجه میشید. گوارش رو تا میتونید تقویت کنید با تنظیم کردن اسید معده و همینطور باکتری های خوب پروبیوتیک ها یادتون نره آب قلم پای مرغ یا معادلش رو دست کم نگیرید هیچ غذای اینقدر ارزون و پرخاصیت نیست امیدوارم با رعایت کردن این موارد وضعیت بهتر شه. اگر شد بیاین و یه کامنت قشنگ بذارید دیگه همین موفق باشید خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید اگر مطلبی یاد گرفتید لایک و سابسکرایب کنید اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید اگر مفید بود با عزیزانتون هم به اشتراک بذارید اگر دیگه خیلی حال کردید میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور به تولید این محتوای رایگان کمک کنید پیشا پیش ممنونم در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد